This is the unassuming apartment block. این یک مجتمع معمولی است که از مرکز استکهلم 25 کیلومتر فاصله دارد. جایی که یک پیرزن که همسایه‌هایش او را یک زن سالمند دلنشین توصیف می‌کردند، مظنون از پسرش را 28 سال زندان کرده. زنی که ادعا می‌کند خواهر این مرد است و از نوجوانی که خانه را ترک کرده او را ندیده، یک شنبه وقتی مادرش در بیمارستان بستری شد، فرصت را مغتنم شمرد، وارد آپارتمان شد و مردی را که حالا 41 ساله است، محبوس پیدا کرد. وقتی گفتم سلام و وارد آشپزخونه شدم، از رو صندلی پرید. نمیدونستم که اصلا منو یادش میاد یا نه. وقتی چراغ روشن کردم و منو دید، اسممو پشت سر هم صدا زد. گفته می شود قربانی از 12 سالگی در حبس بوده. زنی که ادعا می کند خواهر اوست، میگوید بارها از سازمان تامین اجتماعی درخواست کمک کرده بود. یا برادرت فی سکولم. من به مدرسه گفته بودم که شرایطمون چی بود، اما هیچ کس حرفامو هیچ وقت باور نکرد. این دائم داستان ما بوده. الان تازه کشف شده، اما همه زندگی ما همین بود. رسانه‌های سوئد میگویند این مرد سوء تغذیه شدید دارد. زخم‌های باز روی پاهایش داشته و تقریباً هیچ دندانی ندارد. حرف زدن و راه رفتن برایش سخت بوده. او به بیمارستان منتقل شده و حالش رو به بهبودی است. زنی که بنابر ادله مظنون به محروم کردن دیگری از حق آزادی و وارد کردن آسیب بدنی و مریضی شدید اوست، حالا تحت بازجویی پلیس است به همراه وکیلش. و مسلماً ما می‌خوایم بدونیم که توضیحاتش چیه و روایتش از داستان چیست. مرد فرصت خواهد داشت تا بگه چرا دیگه به مدرسه نرفت، شرایط خونش چطور بوده، تحت چه شرایطی زندگی میکرده و اوضاعش با مادرش چطور بوده. همسایه‌ها میگویند که هیچ وقت پسر را ندیدند و از ادعاهای مطرح شده شوکند، چون فکر میکردند که زن تنها زندگی میکند. خیلی مهربون و خوب حرف میزد. تابستون ما بچه دار شدیم و با ما راجع به این صحبت کرد و گفت که بچه ای داشته که پیش از موعد به دنیا اومده. احساس ما این بود که یه همسایه سالمند خوبه. مادر همه اتهامات را رد کرده. تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد، او در بازداشت خواهد ماند و ممکن است به اشد مجازات محکوم شود که 10 سال زندان است، تا زمانی که 80 ساله می شود. سوفیا تران تامسون، BBC News.